در بخش های قبلی در مورد ایندکس ها صحبت کردیم و در این بخش قصد داریم وارد اسکل سرور بشیم و روی بحث ایندکس ها به صورت عملی کار بکنیم. با هم ببینیم. دقت کنید. روی بعضی از کالم ها همونطور که گفته شد بهتر هست که ایندکس گذاشته بشه. اولا این نکته رو بگم که جداولی که دارای پرایمری کی هستن، فیلد هایی که پرایمری کی شدن به صورت خود به خود دارای ایندکس میشن. حالا بعضی از فیلد ها رو ما نیاز داریم که روی اونها ایندکس باز بگذاریم علاوه بر پرایمری کی ها، مثلا شماره شناسنامه در جدول استیودنت ما. چون اصولاً سرچ روی این شماره شناسنامه زیاده، ما این کار رو انجام میدیم و روی اون یک ایندکس میگذاریم. به چه روشی میشه این کار انجام داد؟ روی ستونی که میخوام یا کلن روی دیزاین دیتابیسم یک کلیک راست انجام میدم و ایندکس کیز رو کلیک میکنم. دقت کنید. یه ایندکس از پیش ساخته شده با اسم پیکا استیودنت و همونطور که میبینید کالمن آیدی که پرایمری کی هست رو توی اون لحاظ کرده. یعنی همونطور که گفتم جداولی که پرایمری کی هستن، جداولی که دارای پرایمری کی هستن، فیلد پرایمری اونها به صورت خود ایندکس میشه. حالا الان میخوام یه ایندکس جدید بگذارم، یه برای اون تعریف میکنم، مثلا my index. یه دیسکریپشن میتونم براش داشته باشم، چیز مهمی نیست، یه متن، مثلا index on id نام میتونیم، هم مثلا چیزی ننویسیم، مهم نیست. از من سوال میکنه روی کدوم یک از کالمنا میخوام این کار انجام بدم. آیدی نام انتخاب میکنم، نوع اوردر اون رو تعیین میکنم، سعودی یا نزولی. دقت کنید، از من سوال میکنه آیا میخوام اون از نوع یونیک بکنم. یکی از روش هایی که میشه یه چیزی مشابه پرایمری کی درست کرد همین هست، ایز یونیک کردن ایندکس ها. اگر اونو من یس بکنم دیگه مقادیر مشابه توی فیلد آیدی نام نمیتونیم بریسیم. این بیشتر برای مواقعیه که بعضی از فیلد ها رو ما نمیخوایم توش مقدار تکراری ریخته بشه ولی پرایمری کی هم نمیخوام باشیم. برای همین میتونیم از یونیک کردن اون ایندکس استفاده بکنیم. خب الان ایندکس من ساخته شد. الان نگاه کنید، اون ایندکس الان وجود داره. باز اگر مثلا روی یک فیلد دیگه این کار رو انجام بدیم، مثل نیم مثلا. حالا ببینید باید مواظب باشیم مثلا نیم رو ایز یونیک نکنیم، چرا که اگر این کار رو کردیم دیگه اسمای مشابه نمیتونن ذخیره کنه. تایپ باز همینطور، ببینید اگر یونیکی کردیم خودش خود به خود ایز یونیک هم فعال میشه، نمیخوایم یونیک باشه. ببینید نوعش رو سوال میکنه که خب روی حالت پرایمری هست و به این صورت ایندکس ما گذاشته میشه. باز نگاه کنید، خاصیتی به نام ریکامپیوت داریم که میتونیم اصولا بذاری روی یس داشته قرار بگیره. این مال این هست که ایندکس رو مجددن ایجاد بکنه در اثر یک سری تغییراتی که در جدول رخ میده. خب این یک روند خیلی ساده برای ایجاد ایندکس. حالا باز استیودنت آیدی رو من در قسمت دیتیل جدول قرار میگیرم، دیتیل اسکیل سرور.
و روی هر دو کلید خارجی که توی جدول اوردرز دارم هم ایندکس میذارم، چرا که اینها ملحق میشن به یک جدول دیگه و در عامل سرعت میتونن مؤثر باشن. البته روی یه جدول های کوچیک و دیتابیس کوچیکی در این شکل به اون صورت مهم نیستن، ولی روی کارهای بزرگ و واقعی کاملا میتونن مؤثر باشن و اعمال نتیجه بکنن. همونطور که گفتیم با ایجاد رابطه بین جداول هم میتونیم ایندکس داشته باشیم. حالا ببینید، شما با مطرح کردن این بخش توسط من هم یکی از آبجکت های اسکل سرور رو یاد میگیرید، هم با یه روش ایندکس گذاری هم آشنا میشید. دقت کنید این تب ها رو من میبندم و از قسمت دیتیل چی رو انتخاب میکنم؟ دیتابیس دیاگرام رو. ببینید، شما با استفاده از دیاگرام ها هم میتونید هم ایندکس داشته باشید، هم روابط بین جدول های خودتون رو برقرار بکنید. ببینیم این کار چجونه میشه انجام بشه. ببینید، یک کلیک راست که داشته باشم در قسمت دیتابیس دیاگرام، نیو دیتابیس دیاگرام رو انتخاب میکنم. جداولم رو سوال میکنه، هر کدوم رو که بخوام اد میکنم. اصولا توی دیاگرام همه جدول ها رو میاریم تا یک باره همش رو داشته باشیم. خب ببینید، آیدی بوک از جدول بوکس با بوک آیدی اصولا رابطه دارن دیگه، چون آیدی کتاب در بوک آیدی قرار میگیره. خب یه ریلیشن من بینشون به وجود میارم. ببینید ریلیشن رو هم نشون میده. باز آیدی استیودنت با استیودنت آیدی در رابطه است، خب یه ریلیشن هم بین اونها به وجود میارم. ببینید فارین کی و پرایمری کی با هم دیگه مچ میشن. خب حالا اگر جدول اوردرز روی استیودنت آیدی و بوک آیدی ایندکس هم نداشت، با این کار ایندکس در اون به وجود می اومد. دیاگرام خودم رو سیو میکنم. اسم اون از من میپرسه یه اسم دلخواه، مثلا مای دیاگرام. تمام شد. من با هم یک دیاگرام ایجاد کردم، هم ریلیشن ها برقرار شد و هم اینکه ایندکس گذاری هم کردم. ببینید حالا باز با کلیک راست روی اون و مودیفای کردن اون میتونم دیاگرام خودم رو ببینم یا اونو تصحیح بکنم، مثلا یکی از ریلیشن ها رو از بین ببرم. حتی با از بین بردن این ریلیشن ها هم ایندکس های شما باقی میمونن و در آینده این ایندکس ها برای شما وظایف خودشونو انجام خواهند. دقت کنید، بعضی از مواقع ما روی کالم هایی که اصلا ایندکس نگذاشتیم، عین کار لازم داریم که ایندکس بگذاریم. این کار حتی با نوشتن چند خط اسکریپت هم امکان پذیره. در جای خودش در فصولی که به سراغ اسکریپت نویسی و دستورات ترانزکت خواهیم رفت، با همدیگه این کار رو انجام میدیم، یعنی عمل ایندکس گذاری ولی بدون این محیط ویژوال. مثلا شما فرض کنید که در یک مؤسسه‌ای یک سری اطلاعات ذخیره شده و حالا شما تشخیص دادید که باید ایندکس گذاری بشه، به سرور هم دسترسی نداری تا با امکانات ویژوال کاری انجام بدین. در این حالت یک اسکریپت از ایندکس ها تهیه می کنید و مثلا اونو در قالب یک فایل تکست برای اون محل یا اون مؤسسه ارسال می کنید، مثلا از طریق ایمیل. حالا کافیه که اون اسکریپت رو فقط روی سرور یک نفر اجرا بکنه و ران بکنه. مشابه اون هست که شما اومدید و به صورت ویژوال این ایندکس ها رو
ایجاد کردید. اگر موفقیت آمیز انجام بشه اسکریپت های شما عمل بکنه و اروری نده، ایندکس های شما ساخته میشه و دقیقا مشابه این هست که با این محیط ویژوال کارتون رو انجام دادید. کلن 99% اعمال درون SQL رو با اسکریپت هم میشه انجام داد که در جای خودش مفصلا باهاش کار خواهیم کرد. خب مبحث ایندکس ها مبحث پیچیده ای نبود و در اینجا هم به پایان رسید. دعوتتون میکنم بخش بعدی رو با هم دیگه بررسی کنیم.